کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. توتم و تابو، اثری از پروفسور زیگموند فروید. صفحه 72. دایک ها ساکن سواحل ساراواک پس از بازگشت پیروزمندانه از تاخت و تاز، سر دشمنی را با خود به خانه می آورند و ماها با این سر به خوش رفتاری می پردازند و آن را با شیرین ترین و مهرامیزترین کلماتی که در زبانشان یافته می شود مورد خطاب قرار می دهند و بهترین لقمه های غذای خود را در دهانش می گذارند و از تنقلات و سیگار نیز بی بهرش نمی گذارند و مدام از او خواهش می کنند که دوستان پیشینش را فراموش کرده همه ی محبتش را نثار میزبانان تازه‌اش کند، زیرا اکنون عضو خانوادگی آنها شده است. اگر فکر کنید که در این آداب و رسوم مشمئز کننده کمترین جایی برای هزل و طنز بوده است، اشتباه می کنید. توضیح حاشیه: فریزر آدونیس و آتیس و اوزیسیس، صفحه 248 1907، از قول هوگلو، سارواک، لندن 1848. ادامه متن. ناظران در بعضی قبایل وحشی شمال آمریکا از مشاهدات عزاداری آنها به مناسبت دشمن مقتول که پوست سر او را نیز کنده بودند سخت شگفت زده شدند. از روزی که یکی از قبیله شکتاب دشمنی را می کشد، دوره عزاداری او که گاه به چند ماه به درازا می کشد شروع می شود و طی آن محدودیت های سختی را بر خود هموار می سازد. میان بومیان داکوتا وضع به همین منوال است. یکی از ناظران حکایت می کند که اینان پس از آنکه با عزاداری یاد مردگان خود را گرامی می دارند، به عزاداری برای دشمن مقتول می پردازند به نحوی که گویی یکی از دوستان بوده است. توضیح حاشیه: جی او دورسی در کتاب فریزر، تابو و غیره، صفحه 181. ادامه متن. پیش از آن که از سایر آداب و رسوم تابویی مربوط به آداب ختمش در قبال دشمنان سخن بگوییم، باید تکلیف خود را با یک اشکال احتمالی روشن سازیم. فریزر و سایرین به ما خورده می‌گیرند که علل احکام تسکینی مزبور ساده است و هیچ ربطی به موضوع دوگانگی و تضاد احساسات ندارد. این قبایل به نحوی خرافی از ارواح مردگان خود در وحشتند، وحشتی که در عهدهای باستانی نیز وجود داشته و نمایش نام نویس بزرگ انگلیسی در توهمات مکبث و ریچارد سوم آن را در صحنه بیان کرده است. احتمالاً همه احکام تسکینی مزبور و همینطور تهدیدات و کفاره دادنها
که اندکی بعد از آن سخن خواهیم گفت مطلقاً از همین وحشت خرافی سرچشمه می گیرد. تشریفات چهارمین دسته نیست که به صورت کوشش هایی برای دفع ارواح مردگانی که قاتلین خود را تعقیب می کنند ظاهر می شوند به نفع استنباط خردگیران بالا تمام می شود. وانگهی وحشیان مدام و در هر فرصتی مستقیماً اعتراف می کنند که از ارواح دشمنان مقتول وحشت دارند و خود نیز چنین تفسیر می کنند که شأن نزول تشریفات تابویی مذکور چیزی جز وحشت مذکور نمی باشد. توضیح حاشیه فریزر تابو و غیره صفحه 169 و بعد از آن صفحه 174. در این تشریفات وحشیان به سپرها می کوبند و فریاد می کشند و زوزه می کشند و با آلات مختلف موسیقی ممکن انواع و اقسام صداها را در می آورند. ادامه متن صفحه 74. اشکال بالا اتفاقا بسیار طبیعی به نظر می آید و اگر پاسخی برای آن نداشتیم اقلا زحمت تعبیر و تفسیر دیگری را به خود نمی دادیم. اندکی بعد بدان خواهیم پرداخت. فعلا به همین بسنده می کنیم که فقط به دیدگاه خود که از صغرا و کبرای پیشین ما در باب ملاحظاتی چند در خصوص تابو ناشی شده و کاملا با ایراد بالا متضاد است اشاره ای کنیم. ما از همه احکام قبایل وحشی بالا چنین نتیجه می گیریم که در خط مش آنها در قبال دشمن گذشته از خصومت‌های ساده احساسات دیگری نیز ظاهر می شود که ما آنها را مظاهر توبه و خضوع و خشوع در برابر دشمن و پشیمانی و ندامت از کشتن او به حساب می آوریم. تو گویی مدت ها پیش از هر نوع قانونگذاری آسمانی قبایل وحشی مزبور با این فرمان آسمانی که از آدم کشی بر حذر باش آشنا بودند و می دانستند که سرپیچی از این فرمان موجب عقوبت خواهد بود. حالا برگردیم به احکام تابویی دسته های دیگر. تهدیداتی که پیش پای قاتل فاتح می گذارند بسیار فراوان و غالباً خیلی سختگیرانه است. در جزیره تیمور چنین رسم است که رئیس تاخت و تاز کنندگان مستقیماً نمی تواند به خانه‌اش برگردد، بلکه کلبه ویژه‌ای به او اختصاص می دهند که باید 2 ماه در آن به سر برد و به اعمال تطهیر مختلف بپردازد. در این فاصله باید از دیدار زنش پرهیز کند و با دست خودش غذا نخورد و کس دیگری باید غذا را در دهانش بگذارد. میان بعضی قبایل دایاک مردانی که از یک لشکرکشی پیروزمندانه به خانه باز می‌گردند باید به مدت چندین روز از دیگر اهالی کناره بگیرند و از پاره از غذاها نخورند و به آهن دست نزنند و به زن خود نزدیک نشوند. در جزیره لوژا نزدیک گینه جدید مردانی که دشمنان را کشتند به مدت 1 هفته خود را در خانه زندانی می کنند. از نزدیکی با زن خود پرهیز می نمایند و با دوستان خود رفت و آمد نمی نمایند و دست غذا نمی زنند و جز از سبزی هایی که در ظروف ویژه برایشان تهیه می کنند غذایی نمی خورند. برای توجیه محدودیت اخیر می گویند که این مردان نباید بوی خون قربانیان خود را استشمام کنند و نه بیمار شده می میرند. در قبیله چارپی یا متوب موبو گینه جدید مردی که مرد دیگری را کشته است نباید نه به زنش نزدیک شود و نه با انگشتان خود به غذایی دست بزند. غذای ویژه‌ای از دست دیگران می‌خورد و این تا چند ماه بعد همچنان ادامه خواهد یافت. در کتاب فریزر موارد بسیار دیگری از تهدیدات هست که به قاتلان فاتح تحمیل می‌شود. برایم امکان ندارد همه آنها را در اینجا نقل کنم، اما به چند نمونه که جنبه‌های تابویی آن بدیهی است یا محدودیت‌های آن با کفاره دادن و تطهیر و تشریفات دیگر همراه شده است اشاره می‌کنم. میان مونومبوها در گینه جدید آلمان کسی که دشمن را در نبرد کشته است ناپاک می‌شود و حالت او را با همان کلمه‌ای بیان می‌کنند
که حالت زنان را به وقت قاعدگی و یا زایمان بیان می نمایند. وی باید مدت درازی در خانه مخصوص مردان محبوس بماند، در حالی که دیگر اهالی دهکده دوروبر او جمع می شوند و با دست افشانی و پایکوبی و آوازخوانی پیروزی او را جشن می گیرند. وی نباید به کسی، حتی به زن و بچه هایش دست بزند. اگر چنین کند، بیدرنگ، تنش زخم و کهیر در خواهد آورد. وی با قصد های مختلف و تشریفات دیگر خود را تطهیر می کند. میان ناچیزها از بومیان آمریکای شمالی، جنگاوران جوان که نخستین سرهای پوست‌کنده دشمنان خود را به علامت پیروزی به دهکده خود می آوردند، به مدت 6 ماه محرومیت های چندی را می بایست تحمل می کردند. نمی توانستند کنار زن خود بخوابند و نه گوشت بخورند و خوراک آنها منحصر می شد به نان ذرت و ماهی. وقتی که یک مرد شوکتاو دشمنی را کشته و پوست سرش را می کند، می بایستی به مدت 1 ماه عزاداری می کرد و شانه کردن موهایش پرهیز می نمود و وقتی که سرش به خارش می افتاد، نمی بایستی با دست سرش را بخاراند، بلکه می بایستی از یک تکه چوب استفاده کند. وقتی که یک بومی پیما یک دشمن آپاچی را می کشت، می بایستی تشریفات تطهیر و کفاره دادن سختی را تحمل می کرد. 16 روز می بایستی روزه می گرفت و طی آن نه به گوشت و نه به نمک دست می زد و نه به آتش مشتعل نگاه می کرد و نه با کسی حرف می زد. می بایستی به تنهایی در جنگل زندگی می کرد و فقط زن پیری گاه کاهی غذایی برایش می آورد و غالباً در نزدیکترین رودخانه آب تنی می کرد و به عنوان عزاداری کلوخی از خاک رس روی سرش می گذاشت. در 17th day مراسم علنی تطهیر رسمی قاتل و سلاحایش انجام می گرفت. چون بومیان پریما تابوی قتل نفس را جدیتر از دشمنانشان تلقی می کردند و مراسم تطهیر و کفاره دادن را تا پایان نبرد به تأخیر نمی انداختند. می توان گفت که اخلاقیات و پرهیزکاریشان از لحاظ نظامی به ضررشان بود و با وجود شجاعت بی اندازهشان نتوانستند در جنگ آمریکاییان با آپاچی ها با آنها کمک مؤثری بنمایند. با وجود همه لطفی که بررسی عمیق‌تر جزئیات و اشکال مختلفی مراسم کفاره دادن و تطهیر ممکن است داشته باشد، در اینجا مطلب خود را در این باره به سبب آنکه تا آنجا که لازم بوده است از آن استفاده کرده ام پایان می دهم. منتها این نکته را نیز باید بدان بیفزایم که جای پای نهادهای مزبور را هنوز در زمان ما نیز می توان پیدا کرد. مثلا امروز نیز جلاد حرفه‌ای را موقتاً و یا به طور دائم در تنهایی نگاه می دارند. موقعیت جلادان در قرون وسطانیز نمونه خوبی است برای درک بهتر تا بومیان اقوام وحشی. در تعبیر و تفسیر متداول همه این احکام تسکین و تهدید و کفاره دادن و تطهیر، 2 اصل وجود دارد. یکی تعمیم تابوی مرگ به همه آنچه که با آن در تماس بوده و دیگر وحشت از روح مقتول. اما نمیگویند، البته گفتنش چندان هم آسان نیست، چگونه این 2 اصل را باید با هم ادغام کرد تا بتوان از آن برای توضیح تشریفات مربوط سود جست. آیا هر 2 در یک حدند یا نه؟ یکی مقدم بر دیگری است و اگر چنین است کدام مقدم است؟ به هیچ کدام از این سوالات پاسخ نمی دهند. پس معلوم می شود که پیدا کردن پاسخی در این باب مشکل است. ما در عوض در یک پارچگی استنباط خود تأکید می ورزیم و معتقدیم که همه این احکام و مناسک و مراسم از یک چیز ناشی می شود و آن دوگانگی و تضاد احساسات وحشیان است در قبال دشمن. به تابوی رؤسا. خط مشی اقوام بدوی در مورد رؤسا و شاهان و کشیشانشان بر 2 اصل استوار است که مکمل یکدیگرند. هم باید
خود را در برابر آنها که تابو هستند حفظ کرد و هم اینکه خود آنها را حفظ و حراست نمود. برای وصول به این دو هدف احکام تابویی بیشماری به وجود آوردند. پیشتر گفتیم که چرا باید در برابر رؤسا خود را حفظ کرد. آنان حامل این نیروی جادویی اسرار آمیز و خطرناک هستند که مانند یک بار برقی از راه تماس به دیگران منتقل گشته، موجب مرگ و نابودی کسی که به وسیله باری معادل آن حفاظت نمی گردد می شود. به همین مناسبت از تماس مستقیم و غیر مستقیم با این مقدسان اجتناب می کنند و اگر لازم شود که چنین تماسی اجتناب ناپذیر باشد، مراسمی هست که با اجرای آن تماس گیرنده از عواقب وخیم این تماس خطرناک در امان خواهد ماند. نوباها از اهالی آفریقای شرقی مثلا تصور می کنند اگر وارد خانه شاه و کشیش که هر دو یک نفر است خود بشوند خواهند مرد، ولیکن اگر قبل از ورود به خانه شانه چپ خود را عریان کرده به نحوی از شاه کشیش بخواهند که دستی روی آن بکشد، دفع خطر از آنها خواهد شد. در اینجا به این نتیجه مهم و شگفتی انگیز می رسیم که تماس با شاه موجب دفع خطراتی می شود که توسط همین تماس ممکن است عارضه فرد شود. اما چون این دفع خود شاه خواهان چنین تماسی بوده است، پس جنبه شفا دهنده دارد، در صورتی که تماس خطرناک تماسی است که در حقیقت از شاه حد که حرمت می کند. به عبارت دیگر میان ختیمش فاعلانه و ختیمش منفعلانه در قبال شاه تضاد و تقابلی وجود دارد. برای پیدا کردن مثالهایی در باب قدرت شفا بخش لمس شاهانه نیازی نیست که به وحشیان مراجعه کنید. در یکی از این ادوار تاریخی که چندان هم دور نیست، پادشاهان انگلستان از این قدرت برای درمان بیماری خنازیر که به همین مناسبت به بیماری شاهانه مصطلح شده بود سود می جستند. نه ملکه الیزابت نه جانشینان او هیچ کدام از این امتیاز صرف نظر نکردند. چارلز اول به سال 1633 یک جا 100 بیمار را شفا داد و پس از شکست انقلاب کبیر پسرش چارلز دوم نیز تعداد شفا یافتگان را به اوج خود رساند. میگویند که این پادشاه در دوران سلطنت خود 100 هزار خنازیری را با تماس دست شفا داده است. هجوم مردم خنازیری آنچنان به سوی کاخ سلطنتی زیاد بوده است که یک دفعه 6-7 نفر آنها به جای شفا یافتند از فشار جمعیت خفه شدند. گیوم سوم اهل اورانج که پس از انقراض خانواده اوسوارد به پادشاهی انگلستان رسیده بود، از پرداختن به چنین اعمال جادویی امتناع ورزید و تنها یک بار حاضر شد دست به چنین کاری بزند و آن هم هنگامی که محل بیماری را لمس می‌کرد، رو به بیمار کرده گفت خدا به شما شفا و عقل بدهد. و اینک نمونه ای از عواقب وخیم یک تماس فاعلانه که هرچند غیر عمدی با شاه و یا چیزی که به او تعلق داشت گرفته شده بود. رئیسی از اهالی زلاندنو که صاحب مقامی عالی و تقدسی والا بود، روزی باقی مانده غذایش را در کوچه انداخته بود که برده جوان تنومند و گرسته چشمش بدان افتاد و با عجله آن را برداشت و خورد. هنوز لقمه آخری را نبلعیده بود که ناظری وحشت زده خود را به او رساند و گفت عجب جنایتی مرتکب شده است. برده ما که جنگی قوی هیکل و جسوری بود، به شنیدن این سخن به خاک می افتد و بدنش شروع می کند به لرزیدن، به نحوی که با غروب آفتاب فردای آن روز عمرش به پایان می رسد. زنی از قوم ماوری پس از خوردن چند عدد میوه با خبر شد که این میوه مال محلی بوده که تابو شده بوده است. بیدرنگ جیغی کشیده گفت که روح رئیسی که این اهانت به او روا داشته شده است بی تردید
موجب مرگ او خواهد شد. این عمل بعد از ظهر انجام شده بود تا ظهر فردای آن روز طول نکشید که درگذشت. فندک یکی از رؤسای ماوری روزی موجب مرگ چندین نفر شد. رئیس آن را گم کرده بود و دیگران آن را پیدا کرده بودند و از آن برای روشن کردن چفقشان استفاده کرده بودند و وقتی که دریافتند فندک به که تعلق داشته است، همگی از ترس قالب توهی کردند. پس جای تعجب نیست اگر این احتیاج پدید آمد که چنین اشخاص خطرناکی را از سایرین جدا سازند و دیواری بلند دور آنها بکشند. می توان حدس زد که این دیوار که در گذشته به صورت احکام تابویی کشیده شده بود امروزه نیز وجود دارد، منتها در قالب تشریفات درباری. اما اغلب تابوهای رؤسا را شاید نتوان در قالب احتیاج به حفاظت از خود در برابر آنها گنجاند. دلیل دیگری که باز میتوان در مورد ایجاد تابو و استقرار تشریفات درباری آورد، همانا حفاظت از اشخاص ممتاز و برجسته جامعه از گزند احتمالی حوادث بود. لزوم حفظ شاه از خطرات ممکن، از نقش بزرگ شاه اعم از خوب و بد در حیات رعایا حکایت می کند. به عبارت دقیق تر، این شاه است که دنیا را می چرخاند و ملتش باید به سبب ابر و خورشیدی که موجب رستن میوه در زمین می شود و بادی که کشتی ها را به ساحل می رساند و زمینی که روی آن راه می رویم از او تشکر کند. این پادشاهان قبایل وحشی از چنان اقتداری برخوردارند که می توانند بدبختی و خوشبختی به رعایای خود اعطا کنند. همان قدرتی که قبایل متمدن‌تر به خدایان خود نسبت می دادند و در ادوار بعدی تاریخ فقط نوکرترین و ریاکارترین درباریان تظاهر به باور داشتن آن می کردند. میان این اقتدار خدایی که به پادشاهان نسبت می دادند از یک طرف و آن اعتقاد که باید از شخص شاه در برابر گزندهای احتمالی حفاظت کرد، از طرف دیگر تناقض فاحشی وجود دارد. اما این تنها تناقضی نیست که در خط مش وحشیان در قبال پادشاهانشان وجود دارد. به عقیده قبایل مزبور لازم است که از پادشاهان حفاظت به عمل آید تا آنها نیروی خود را بیهوده تلف نکنند، زیرا به حسن نیت و صداقت آنها اعتمادی ندارند. یک قسم بدگمانی در شأن نزول احکام تابویی مربوط به شخص شاه وجود دارد. فریزر میگوید این که میگویند پادشاهان بدوی جنبه استبدادی داشتند کاملا با سلطنت هایی که ما از آن سخن میگوییم تطبیق نمی کند. برعکس، در این سلطنت ها سلطان خود را وقف رعایایش می کند. حیاتش تا زمانی ارزنده است که وی به تکالیف ناشی از مقامش عمل نماید و جریانهای طبیعت را به نفع ملتش منظم سازد. از زمانی که از انجام تکالیفش غفلت کند و یا آن را ترک نماید، توجه و فداکاری و پرستش مذهبی که تا سرحد کمال از آن بهره مند می شد به کینه و تحقیر مبدل می گردد. با بی آبرویی او را از خود می رانند و وقتی که جان خود را از مهلکه نجات می دهد احساس خوشبختی می کند. کسی که امروز مانند خدا او را می پرستند فردا ممکن است مانند یک جانی کشته شود. ولیکن حق نداریم این تغییر جهت و ختمش را نشانه عدم ثبات و یا علامت تناقض ببینیم، بلکه کاملا برعکس. ملت تا آخر همچنان منطقی باقی می ماند. به عقیده آنها پادشاهشان اگر خدایشان است پس باید حامی ملت خود باشد و از لحظه که نخواهد چنین باشد باید جای خود را به دیگری که برای حمایت از ملت مناسب تر است بدهد. اما تا زمانی که به انتظارات ملت پاسخ می دهد، ملت نیز بی حد از او حفاظت خواهد کرد و حتی از خود او خواهند خواست که از خود
حفاظت به عمل آورد. چنین پادشاهی محبوس نظامی از تشریفات و قیود است و با آداب و رسوم و تهدیدات بیشماری احاطه شده است. این همه نه به منظور ارتقاء مقام و شأن او و یا حتی تأمین رفاه و آسایش او، بلکه منحصراً به قصد جلوگیری از اعمالی است که ممکن است از او سر بزند و در نتیجه تعادل طبیعت به هم بخورد و نابودی خود و ملت خیش و همه جهان را سبب گردد. احکام مزبور نه تنها به هیچ وجه رضایت او را تأمین نمی کند، بلکه هر نوع آزادی را از او سلب کرده و حیاتش را که مدعی حفظ آن هستند به صورت شکنجه و بار سنگینی در می آورند. نمونه چنین به زنجیر کشیده شدن و زندانی گشتن یک پادشاه را در طرز زندگانی سابق میکادو امپراتور ژاپن می توان دید و این است حکایت زندگی میکادو در قرن پیش. میکادو در شأن خود نمی بیند که با پا روی زمین راه برود. به همین سبب وقتی که باید به جایی برود، نوکرانش او را روی دوش به آنجا حمل می کند. حضور در هوای آزاد و یا نشستن در مقابل آفتاب نیز دون شأن اوست. به همه قسمت های بدن او خصیصه ای آنچنان مقدس نسبت می دهند که موها و ریشش را هیچگاه نباید کوتاه کرد و ناخنش را هیچ وقت نباید چید. اما برای اینکه کاملا از نظافت بی بهره نماند، شبها هنگامی که در خواب است او را می شویند. چیزی را که در این حالت از تن او برمی دارند می توان گفت که از او دزدیدند و چنین سرقتی ممکن نیست به تقدس و شأن و مقام او آسیبی برساند. او باید چند ساعتی روی تختش بنشیند و تاج سلطنتی را روی سر بگذارد و بازوان و سر و چشم و پایش را تکان ندهد و عقیده عموم این بود که وی فقط با چنین وضعی میتواند آرامش و صلح را در قلمرو امپراتوری خود حفظ کند و اگر دست بر قضا به این طرف و آن طرف برگردد و نگاهش لحظه ای از قسمتی از امپراتوریش منحرف شود، آن وقت است که جنگ و قحطی و طاعون و آتش سوزی و یا بدبختی دیگری ممکن است بروز کند و به نابودی او بیانجامد. از چند تابویی که به پادشاهان بربر تحمیل می شد، به خوبی یادآور تهدیداتی است که در حق آدم کشان روا داشته می شود. در ناحیه شارک پوانت نزدیک دماغه پادرون در گینه پست غرب آفریقا، پادشاهی به نام کوکولو تنها در جنگلی زندگی می کند. به هیچ زنی نباید دست بزند و از خانهش نباید خارج شود و حتی از کرسیش نباید برخیزد و همونجا نشسته باید بخوابد. اگر دراز بکشد باد از وزیدن باز می ایستد و در نتیجه کشتیرانی مختل می گردد. وظیفش این است که طوفان را فرو نشاند و به طور کلی مواظب وضع عادی جو باشد. به قول باستیان، هرچه قدرت پادشاه لوانگو بیشتر باشد، به همان اندازه تابوهای او که وی باید آنها را مراعات کند بیشتر خواهد بود. جانشین پادشاه نیز از کودکی برای این تشریفات تربیت می شود، اما همچنان که بزرگ می شود تابوهای او زیادتر می گردد تا آنجا که در لحظه جلوس در تخت سلطنت زیر فشار تابوهای بیشمار نزدیک است که خفه شود. در اینجا مجال این نیست و هدف ما نیز اطاله کلام را در این باب مجاز نمی شمارد که جزئیات تابوهای ملازم شؤونات پادشاه و کشیش را باز بشماریم. همینقدر می گوییم که تهدیدات مربوط به حرکات و نوع غذا در میان این تابوها نقش اساسی و مرکزی را ایفا می کند. برای اینکه نشان بدهیم که آداب و رسوم راجع به این اشخاص طراز اول سختگیرانه و جدی است، فقط به ذکر دو نمونه از تشریفات تابویی که از اقوام متمدن، یعنی اقوامی که به مراحل بالاتر فرهنگی رسیده اند، اقتباس کرده ایم در اینجا بسنده می کنیم. فلامندیالی
کشیش بزرگ جوپیتر در روم باستانی میبایستی از عده‌ای از تابوهای خارق‌العاده پیروی میکرد. نمیبایستی سوار بر اسب شود، نمیبایستی اسب ببیند و نه انسان مسلح. فقط میتوانست یک حلقه شکسته به انگشت کند و هیچ گرهی بر البسه خود نداشته باشد. دست به آرد گندم سفید و خمیر ورآمده نمیبایستی میزد و اسم سگ و بز و گوشت خام و باقالا و اشقه را نمیبایستی به زبان میآورد و جز یک مرد آزاد، یعنی انسانی که برده نیست و با کارد برنجی، کسی نمیتوانست موی سرش را بزند و موهای زده مانند ناخن چیده شده میبایستی زیر درخت مقدسی دفن میشد. دست به مردگان نمیبایستی میزد و با سر برهنه در هوای آزاد نمیتوانست بایستد و غیره. زنش فلامینیکا به نوبه خود میبایستی احکامی را مراعات میکرد. در بعضی از پلکانها حق نداشت از سر پله اول تجاوز کند و در پاری از روزهای جشن حق شانه کردن موهایش را نداشت. کفشهایش نمیبایستی از پوست حیوانی که به مرگ طبیعی مرده است درست شده باشد، بلکه میبایستی از پوست یک حیوان ذبح و یا قربانی شده درست شده باشد. به محض شنیدن تندر ناپاک میشد و این ناپاکی ادامه میافت تا آنکه یک قربانی کفاره میداد. پادشاهان قدیمی ایلند تابع شماری از تهدیدات کاملا شگفتی انگیز بودند. پیروی از آنها موجب سعادت مملکت و عدول از آنها اسباب بدبختی مملکت میشد. احصای کامل تابوهای مزبور را میتوان در کتابی به نام کتاب حقوق که قدیمی ترین نسخه خطی آن مال سالهای 1390 و 1418 است پیدا کرد. www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید.